سلام دوستان سریال کوزی یلدیز ایلک آرچ یا کوزی به معنی شماله یلدیز به معنی ستاره است ولی اینا اسم دو تا آدم هم هستش که یه عشق قدیمی سالهاست هاست باشون همراه حالا چه اتفاقی افتاده؟ داستان روایت برگشت پسر یا کوزی با سه تا دخترشه که در مقابل یلدیز در یک روستای کوچیک خوشاب و هوا دارن زندگی میکنن توی قسمت 24 م به زودی براتون تعریف میکنم که چه اتفاقی در ادامه قسمت 23 میفته به خاطر این خواهش میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید تیک زنگولش رو هم بزنید تا من بیام هر روز براتون اگه دوست داشتین ماجرا رو مرور کنم و حتی یه گاهی یه چند قسمت هم بریم جلو اما قسمت 23 توی خونه کزایی در حال کار کردن روی کشتیشه گوکچه از کوزه درباره یلدیس سوال میکنه و میگه که متوجه اشتباهش درباره یلدیس شده و اینکه مادرشون اونا رو ترک کرده و این تقصیر کوزی نیست. کزی منظورشون میپرسه میپرسه چه میگه که در فکر ازدواج نیست. ناهیده اما به خونه پنبه میره عمه. زیرا که فردا یه کار مهم و خصوصی داره و میخواد برای همه سورپرایز کنه. ناهیده بهش اصرار میکنه و میگه دفعه اول ما بی تجربه بودیم اما الان هم تجربه داریم هم شرایطمون فرق کرده. در ادامه این سریال کمدی خانوادگی در واقع بحث مطرح میشه که یه لیز رو کوزایی دوست داره یا کنار هم بخوابن فرصتی از دست نمیدن سه دختر کوزی کنار هم خوابیدن و حوصله ندارن امینه از فرید میپرسه که آیا عمر رو میبخشه فریدم ازش میپرسه که اون میتونه ببخشه امینه جواب میده من کسی رو که گولم زده بود بخشیدم اما اون خودش نمیتونه خودش رو ببخشه گوکچه میگه من عثمان رو ترک کردم و به گریه انداختم و به گریه هاش هم گوش نکردم فرید علت رو میپرسه اون دلیلش رو قصد ازدواج عثمان میدونه و اعلام میکنه گوکچه نظرش اینه که درباره این به اون درس میده تا اشتباهش رو بفهمه صبح دخترم میبینن که پنبه اومده اونجا پنبه تیپی شبیه اون همسایه اصلی و پرماجرای داستان زده یعنی یلدیس سعی کرده خودش شبیه اون بکنه و البته اصرار هم داره که نه تیپ من اورجینال از اول همینجوری بوده فریده علتشو میپرسه و میگه قصد ازدواج عمان عثمان و متعجب میشن و دلیلش جویا میشن که چرا این شکلی شده کوزی خوابه پنبه بیرون میره و همون موقع یلیز رو میبینه یلیز از دیدن پنبه که ظاهرش رو کاملا شبیه اون کرده حیرت زده میشه بیرون میاد از دیدن پنبه متعجب میشن میخندن کوزی رو برای صبحانه دعوت میکنه و میگه من میخوام یه مقداری درباره شوهر کردن دخترها باشون شوخی کنم و اذیتشون کنم اون به دخترها توصیه میکنه که مواظب رفتارشون باشن ناهیده به خونه یلدیز میره و دیوار حساری رو میبینه یلدیز میگه که رو دخالت نکنه و ای حالا با این حسارها از ندیدن اون دلتنگ شده ناهیده به اون میگه که بیا یه مدتی از اون دور باش اون وقت تو با اون به ماهیگیری میری باید سیاست داشته باشی یه مدت بیا خونه ما که اون بذار دلش تنگ بشه این ماجرا همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه یلدیز در نهایت میره پیش اون و اون تصمیم میگیره که یک مهمانی بزرگ برپا کنه بزرگ البته به تنه و در نهایت قرار میشه که تولد بگیره براشون تولد دوتاشون توی یک روزه یلدیز همچنان هیجان زده است و گرمش میشه و از اون طرف سفر میره ای رو میاره که توی خونه اونا سرپرایز کنند و در نهایت هم بهش خبر میده که چجوری این دشمنهای ده عملا پیش هم جمع میشن اما اتفاقی که میفته اینه که توی لیمونادی که میخورن پنبه و ناهیده نوشیدنی رو آماده میکنن و توی داروی خواب بر میرزن کیک رو میارن که بعد روی کیک عکس کوزه و یلدیز کنار همه کوزه نگاه خاصی به یلدیز میکنه و اونا هر دو آرزو کرده و شما رو فوت میکنن نوشیدنی ها رو میخورن به هر حال و بیهوش میشن در نهایت ما میبینیم که کوزه و یلدیز کنار هم خوابیدن و یلدیز داره با شوخی میکنه دماغش رو میخارونه مثلا از این کارا در نهایت اون میگه توی حالت خواب بیداری کوزه میگه که عشقم عشقم نکن این چند بار تکرار میشه دل یلدیز قنج میره تا اینکه اون میگه که اشقم شعله نکن شعله یلدیز با شنیدن اسم شعله به خودش میاد و اشکاش سرازیر میشه کانال نیما پندر سریز یا نیما پندر پلاس رو سابسکرایب کنید تیک زنگوله رو بزنید من با قسمت بعدی سریال و معرفی سریال های دیگه به زودی زود برمیگردم و هر روز برای شما مطالب تازه ای خواهم داشت ممنون از اینکه همراه من بودید تا ویدیوی بعد خدا نگهدار